در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت بادغیس 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. این درگیری ها در ولسوالی جوان در این ولایت رخ داده است. مقام های امنیتی در بادغیس میگویند در این حملات 3 تن از سربازان ارتش ملی نیز جان باختند. به این گزارش توجه کنید. درگیری های خونین میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت بادغیس در جریان حملات طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی جوند ولایت بادغیس 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 7 تن دیگر هم زخم برداشتند. مقام های امنیتی در بادغیس میگویند طالبان قصد داشتند تا با حمله بر برخی پاسگاه ها در ولسوالی جوند این پاسگاه های امنیتی را تصرف کنند، اما حملاتشان از سوی نیروهای امنیتی دفع شده است. در این درگیری ها 3 تن از سربازان ارتش ملی جان باختند. در یک درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در قریه قوغند ولسوالی جوند ولایت بادغیس 10 مخالف مسلح کشته و 7 تنشان زخم برداشتند. طالبان با حملاتشان قصد داشتند که پست‌های امنیتی قوغند ولسوالی جوند ولایت بادغیس را تصرف کنند که خوشبختانه با پرداختن تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند. در جریان 2 هفته اخیر حملات طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی در مرکز ولسوالی‌های ولایت بادغیس به طور چشمگیری افزایش یافته است. مقام‌های امنیتی در این ولایت می‌گویند طالبان قصد داشتند تا این پاسگاه‌ها را تصرف کنند، اما موفق نشدند. سخنگوی پلیس بادغیس میگوید در جریان این حملات بیش از 100 تن از شورشیان از سوی نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند، اما از شمار دقیق تلفات چیزی نمیگوید. به گفته او در جریان این درگیری ها به نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد شده است.